بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هموطنان عزيز، برادران، خواهران، زنان، مردان و کودکان، چی در داخل کشور و چی در خارج کشور، و سلسله جنایات طالبان، امروز میخواهم در مورد جنایاتی که طالبان این گروه جنایتکار در پنجشیر انجام دادهاند و شما روشنی بیاندازم. طالبان از روزی که وارد پنجشیر شدند و خانه های مردم بدون اذن صاحب خانه که خلاف نص سری قرآن کریم از داخل می شوند و خانه ها را تلاشی می کنند، مردم بیگناه را دستگیر می کنند و به زندان در ولایت کاپیسا انتقال می دهند. اجازه ندادند که اقاربشان این اجساد پاک و این بیگناهان را دفن کنند. من از جامعه جهانی و به خصوص سازمانهای حقوق بشری خواهش میکنم بروند و از زندان کاپیسا خبر بگیرند که صدها نفر مردم بیگناه را بعد از شکنجه های هولناک بدین زندان انداختند. باید بگویم که در این گروه جنایتکار هرچی از توانشان در جنایات دارند انجام دادند. قتل بیگناهان، دستگیری های بدون موجب، تیرباران کردن بیگناهان، باز زدن مرمی بر روی کسانی که کشته شدند و زندان انداختن و شکنجه ها که همه روز ادامه دارد. آخرین جنایت این گروه جنایتکار اذیت و آزار مردم غیر مسلح است که در هر قریه رفته مردم بی سلاح را دستگیر میکنند و به اونها میگویند که سلاح بیارید. وقتی اونها میگویند که ما هیچ وقت سلاح نداشتیم، میگن بجای سلاح پولشان رو بدهید. حال مردم غریب و بیچاره رو مجبور کردن که یا برون جای سلاح پیدا کنن و یا جیب های این دزدان آشکارا را از پول بر کنن و بجای سلاح میگوین برای ما پول بیاورید. یک بار دیگر به شما میگویم که مقاومت زنده است و این گروه جنایتکار بر اساس جنایت خود بر افغانستان و بر سرزمین آزاد خواهان پنجشیر مسلط نخواهد شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.